علی صلاح‌پور کنسرت‌گذار معروف کنسرت‌های خواننده‌های ایرانی توی ترکیه و کسی که برگزار کننده کنسرت اخیر تتلو هم بود، مثل اینکه کل پولای کنسرت تتلو که گرون‌ترین کنسرت تاریخ ایران بود رو بالا کشیده و هیچ کدوم از وعده وعیدهایی که به تتلو داده رو عملی نکرده. با ما تو این ویدیو همراه باشید، افشاگری که امیر تتلو انجام داده رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومد. خب تتلو که چند روز پیش یک کنسرت خیلی موفق و توی استانبول ترکیه انجام داد. البته یادتون باشه چند روز قبل کنسرت، همونطور که ویدیوش هم براتون ساختم، حواشی زیادی اتفاق افتاد و تتلو گفتش که اگه یه ویلا و یه ماشین و پاسپورت ترک برای من جور نکنید من توی برنامه حاضر نمیشم. که بعدم یه روز مونده به کنسرت گفتش که برنامه گذار با همه درخواستان موافقت کرده و یه ویلا و یه ماشین و پاسپورت هنرمندی ترکیه رو بر من اوکی کرد. بعدم یه عکس از ماشینش گذاشت که گفتش الان رفتیم نمایشگاه و یه ماشین خریدم به سلیقه خودم. ولی الان چند روز بعد از کنسرت تتلو مدعی شده که برنامه گذار همه حرفاشو زده زیرش و نه ماشینو به نام زده، نه ویلا گرفته، نه پاسپورتی خبره. یه قرونم برای کنسرت و اجرای میلیونی که داشته پول بهش نداده. و برنامه گذارشو تهدید کرد و گفتش که اگه تا پایان امشب ویلا و ماشین و پاسپورت و پولام اوکی نکنی تتلیتی ها رو میریزم سرت، آدرس و همه چیت هم لو میدم که همه کسایی که بلیت کنسرت رو گرفتن بیان پولشو ازت پس بگیرن. تتلی توی بخش کامیونیتی یوتیوبش اینجوری نوشتش: بفرما، خندیدم به روی یارو پررو شد، ویلامونو تحویل ندادن، بعد حرف میزنن، تمام کارامونو گذاشتن زمین. این که میگم به هیچکی نباید اعتماد کرد اینه، یارو تا قبل کنسرت قسم جون بچهشو میخورد بالا پایین نکنه، حالا واسه ما تهدید هم میکنه. قیمت چند؟ 150,000 دلار. تا امشب صبر میکنم، اگه ویلای ما رو تحویل ندادن آدرس و شماره شرکت و خونه یارو رو میذارم، هوادارا میرن پول بلیتاتونو از شرکت پس میگیرید. تمام، 150,000 دلار باید به هوادارای من برگشت داده بشه. راستی من 2 تا کنسرت گذاشتم تو کشور ترکیه، با اینا میخوام مالیاتشو بدم. شما میدونید چجوری میشه مالیات داد؟ پیگیر بشید ببینید مالیات پرداخت شده از طرف کنسرت گذار یا نه. اگه نشده اونم باید بدم به دولت ترکیه. من این همه سگ دو زدم، این همه زحمت کشیدم، بدون حتی یک اشتباه برنامه‌مو اجرا کردم. حالا نباید بشینم توی خونم استراحت کنم؟ حالا هم باید بشینم هرس بخورم بگم پولمو بدین؟ عجب بابا عجب. بعدم یه دستخط از برنامه گذارش گذاشت و توضیح دادش که از اون قول گرفته که تمام این وعده ها رو انجام بده. من دستخط دارم از یارو قبل برنامه برای اجاره یه ویلا که 6 می ویلا رو باید تحویل بدم. دستخط رو بذارم، مگه من قبل برنامه خودم نگفتم به ایشکی اعتماد ندارم؟ پول من رو نمیدید کنسله. مگه خود فلانتون نگفتید که ما سفر گرفتیم هتل گرفتیم؟ کنسل نکن. مگه همون روز قبلش نگفتم باید لااقل ماشین و ویلا رو بده تا کنسل نکنم؟ مگه به جای استراحت بعد اون همه تمرین نرفتم نمایشگاه ماشین رو نگرفتم؟ الان سند نمیزنه یارو، همتون طرف دزدا هستید. بدتر، اینم دستخط یارو. الان 6 می هست، ویلامو میخوام و سند ماشینمو. من که پول و این آدما و این چیزا هیچ جام نیست، اگه بود یه جور قبل برنامه میگرفتم از یارو که یه چیزی هم بذاره روش بیاره بده. دارم مینویسم واسه شماها که بفهمید آدم حق دقشو سفت بچسبه قبل همه چی. بعد میگی چه ربطی به ما داره؟ خاک بر سرتون، اگه به شما ربط نداره که هیچ. خب ولش کنید اصلا، نوش جونش زرنگ بوده خورده، نخواستیم اصلا. در ذهن من موظف هستم وقتی با یکی کار میکنم شفاف و رو بازی کنم، همه چیزا و همه بدونن، پس فردا نرن رو حساب من با یارو کار کنن و پولشون عقب جلو بشه، بدونن که پول خودم هم دیر و زود شده. حواس جمع باشن. من اصلا ویلا برام مهم نیست، مگه تا الان کم ویلا و پول ازم پایمال شده که ظرفیتشو نداشته باشم؟ کنسرت بعدی هم اجرای بهتری میکنم و پول بیشتری در میارم. من چیزی رو از دست ندادم، خودمو دارم. بقیه باید نگران باشن که قرار منو پردرآمدترین کنسرت‌های تاریخ ایران رو از دست بدن. درست میگی، چند بار باید این اتفاق بیفته و ما سر مرام و معرفت و اعتماد به فلان بریم. این آخرین باری هم بوده که این اتفاق افتاد. از این به بعد شما شاهد من باشید. بنده کل پول رو نقد 2 هفته قبل اجرا میگیرم و بعد اجرا میکنم.
خب رفقا این بودش صحبت‌های امیر تتلو و ماجرای کلاهبرداری که حالا کنسرت‌گذار و برنامه‌گذار امیر تتلو انجام داده و اون وعده‌هایی که حالا درباره ویلا و ماشین و اقامت و پاسپورت و اینجور چیزا داشته مثل اینکه عملی نکرده. نظر شما چیه؟ به نظرتون واقعا این اتفاقات افتاده و کلاهبرداری سنگین از امیر تتلو شده یا نه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.